وقتتون بخیر دوستان. تو این ویدیو بهتون میگیم که چگونه هندی ها و ژاپنی ها با جوانی عدس دیابت رو به طور شگفت‌انگیزی درمان میکنن. همچنین طرز تهیه غذاهایی که میتونید در وعده نهار و صبحانه‌تون با جوانی عدس بذارید که باعث بشه قند خونتون کنترل بشه رو بهتون معرفی میکنیم و خوشحال میشم که همراه ما باشید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. جوانی عدس یکی از بهترین انواع جوانه ها شناخته شده که حاوی مقادیر بالای آنتی اکسیدان و پروتئینه که برای سلامتی قلب مفید بوده و به کاهش فشار خون بالا کمک میکنه. باعث سمزدایی میشه و بهترین ویژگیش اینه که دیابت رو درمان میکنه. درسته، برخی مطالعات نشون داده که جوانی حبوبات به ویژه جوانی عدس میتونه باعث کاهش قند خون در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 بشه. گفته میشه که جوانه عدس مقادیر بالای پروتئین و مقادیر کمی کربوهیدرات داره که میتونه باعث کاهش قند خون بشه. تئوری دیگه اینه که جوانه ها ممکنه باعث افزایش توانایی فعالیت آنزیم آمیلاز بشن که این آنزیم به هضم بهتر قند در بدن کمک میکنه. تنظیم قند خون باعث لاغری و کاهش وزن هم میشه. فیبر بالای موجود در جوانه عدس به کاهش اشتها کمک میکنه و با جلوگیری از پرخوری باعث لاغری و کاهش وزن میشه. مقادیر بالای آنتی اکسیدان و فیبر موجود در جوانه عدس به سمزدایی بدن به ویژه روده کمک میکنه و باعث لاغری و کاهش چربی شکم میشه. همچنین برای معده و دستگاه گوارش هم مناسبه. مطالعات نشون داده که جوانی عدس به دلیل مقادیر بالای فیبر که داره به بهبود هضم غذا و سلامت دستگاه گوارش کمک میکنه. مقادیر بالای فیبر موجود در جوانی عدس باعث بهبود حرکات روده میشه و به پیشگیری و درمان یبوست کمک میکنه. جوانی عدس گلوتن کمتری نسبت به خود عدس داره، به همین دلیل هضم اون برای افراد مبتلا به سلیاک که گلوتن حساسیت دارن راحت تره. خب سوال اینجاست که جوانی عدس طبعش چیه؟ طبیعت جوانی عدس سرد و خشکه. جوانی عدس سرشار از آنتی اکسیدان ویتامین B1، B2، B3، B5، B6، فولاد و ویتامین C و ویتامین E، ویتامین K، منگنز، منیزیم، آهن، پتاسیم، مس، روی، سلنیوم، فیبرو، پروتئینه. جوانی عدس رو چگونه مصرف کنیم؟ جوانی عدس به صورت خام برای تهیه سالاد و جوانی عدس و انواع ساندویچ و به صورت پخته برای سوپ جوانی عدس و انواع غذا با جوانی عدس درست میشه. همچنین شما میتونید پودر جوانی عدس رو برای تهیه انواع نان، کیک، کوکی، کلوچه و شیرینی استفاده کنید. خب، شاید سوال براتون پیش بیاد که اصلا جوانی عدس چگونه درست میشه یا چطوری میتونیم تو خونه خودمون جوانه عدس داشته باشیم. بنابراین طرز تهیهش رو بهتون میگیم. مواد لازم: عدس سبز، آب، ظرف شیشه‌ای، پارچه توری و کش. عدس سبز برای تهیه جوانه عدس بهتر از عدسهای دیگه است. در مرحله اول عدسها رو خوب پاک کنید و بشورید تا کاملا تمیز بشه. عدس ها رو در یک کاسه بریزید و روی اون آب سرد بریزید تا روی عدس ها رو خوب بپوشینه. بذارید 8 ساعت بمونه تا خوب خیس بخوره. مقداری از آب ظرف رو خالی کنید. سر ظرف شیشه‌ای رو با پارچه توری ببندید. پارچه توری رو با کش دور ظرف شیشه‌ای ببندید. حالا درب ظرف رو بذارید و اون رو وارونه کنید. بگونه این که عدس ها در مقداری آب موجود در ظرف غوطه ور بشن. ظرف شیشه‌ای رو همونطور وارونه به مدت 3 روز در یه جای تاریک مثل کابینت بذارید. هر روز صبح عصر بر روی عدس‌ها به آرومی آب بریزید و سپس آب کشی کنید. دوباره مقدار کمی آب برای اونها بریزید و به جای اول برگردونید. بعد از 3 تا 5 روز جوانه عدس شما آماده میشه. زمانی میتونید از این جوانه‌ها استفاده کنید که حداقل 2.5 سانتی متر رشد کرده باشه. روش بعدی چطوریه؟ به عدس سبز، آب و پارچه نخی نیاز داریم. عدس ها رو پاک کنید تا سنگ نداشته باشه و در یک کاسه بزرگ اونها رو خوب بشورید. بعد روی عدس ها رو آب سرد بریزید. بگونه که آب بر روی عدس ها رو کاملا بپوشین و بذارید به مدت 8 ساعت بمونه تا خوب خیس بخوره. آب عدس ها رو خالی کنید، اونها رو با آب سرد خوب بشورید و دوباره آب کش کنید. عدس های آب کش شده رو در یک پارچه نخی تمیز بریزید و گره بزنید تا بیرون نریزه.
پارچه رو درون ظرفی بذارید و در جای خشک و تاریک قرار بدید. پارچه رو به مدت 5 روز در جای تاریک نگه دارید. در این مدت هر روز پارچه رو بیرون بیارید و عدس‌ها رو خوب بشورید و دوباره سر جاشون برگردونید. بعد از 3 تا 5 روز جوانی عدس شما آماده است. زمانی استفاده کنید که 2.5 سانتی متر رشد کرده باشه و اون رو در سالادتون استفاده کنید. شما جوانی عدس خام رو به مدت 1 هفته در یخچال میتونید نگهداری کنید. روش بعدی برای کاهش قند خون استفاده از خود عدسه، چون خود عدس هم خواص ضد دیابتی داره و همچنین میتونه قند خون و همچنین وزنتون رو هم پایین بیاره. عدس از دیرباز یه صبحانه فوق‌العاده برای افراد دیابتی بوده. سطح بالای فیبر محلول در عدس میتونه گلوکوز موجود در کربوهیدرات رو به دام بندازه و هضم رو کنتر کنه که برای پیشگیری از دیابت، مقاومت به انسولین و هیپوگلیسمی بسیار کارآمد و مفیده. یکی از خصوصیات کلیدی عدس محتوای اندک نشاسته‌ای در اونه. عدس در برگیرنده 35% از نشاسته قابل هضمه و 65% باقی مونده به عنوان نشاسته مقاوم طبقه بندی شده. همچنین سرشار از پروتئین و باعث کاهش وزن میشه و همچنین میتونه باعث بهبود سیستم ایمنی بدن هم بشه. حالا سوال اینجاست، با عدس چه غذایی درست کنیم که بتونه قند خون ما رو در اول صبح کاهش بده؟ چندین غذا با عدس وجود داره که اون رو میتونید در وعده صبحانه‌تون استفاده کنید تا قند خونتون پایین بیاد. غذای مشهوری که در رتبه اول وجود داره و هممون تقریبا با اون آشنایی داریم عدسی هستش. درسته، عدسی به روش‌های مختلف درست میشه و طرفدارای خودش رو داره که ما قراره بهتون بگیم چطوری درست میشه. مواد لازم: عدس 0.5 کیلو، پیاز 1 عدد بزرگ، سیر 3 حبه، ادویه کاری که شامل زردچوب، فلفل سیاه، نمک، آبیشنه به مقدار لازم، نعنع خشک شده 1 قاشق غذاخوری، روغن به مقداری و میتونید شما رشته سوپی یا رشته آشی و یا سیب زمینی وارد این غذا کنید و آب هم به مقدار لازم. در ادامه به صورت گام به گام میتونید عدسی رو بپزید. ابتدا عدس ها رو تمیز میکنید و با آب به خوبی شستشو میدید. سپس عدس ها رو در داخل یه ظرف مناسب میریزیم و به مقدار لازم به اون آب اضافه میکنیم. برای اضافه کردن آب باید میزان غلظت عدسی رو در نظر داشته باشید. اگه میخواهید که عدسی غلیظی داشته باشید بهتر آب کمتری بریزید، ولی اگه عدسی رقیقی میخواهید آب بیشتری بریزید. ظرف حاوی عدس و آب رو روی شعله گاز میذاریم، صبر میکنیم تا به جوش بیاد. بعد از به جوش اومدن عدس زیر شعله رو کم میکنیم و اجازه میدیم عدس به آرومی بپزه. بعد از حدود 1 ساعت که از پخت عدس گذشت و عدس کاملا پخته شد، به اون رشته میتونید سوپی یا آشی رو اضافه کنید که البته اختیاریه. سعی کنید 15 دقیقه به پختن کامل رشته وقت بگذرونید. بعد از رشته نمک رو اضافه کنید و مواد رو کمی هم بزنید و مجدداً در ظرف رو بذارید تا مواد با هم ترکیب بشه. در آخر 1 عدد پیاز رو به صورت نگینی یا خلالی خرد می‌کنیم و با مقداری روغن داخل ظرف مناسب ریخته و تفت می‌دیم. بعد از اینکه پیازها کمی تفت خوردن، ادویه ها رو بهش اضافه می‌کنیم و هم می‌زنیم تا مواد با هم خوب تفت بخوره. در ادامه 3 حب سیر رو به پیاز اضافه می‌کنیم. نعنا رو هم اضافه می‌کنیم و خوب تفتش می‌دیم. وقتی که پیاز داغ سیر داغ ما آماده شد، اون رو به عدسی اضافه می‌کنیم و می‌ذاریم بپزه و به خوبی عدسی قوام میاد. سپس شعله رو خاموش می‌کنیم و می‌ذاریم چند دقیقه عدسی جا بیفته. بعد از زمانی گفته شده، عدسی ما آماده سرو. شما می‌تونید به جای یه رشته از سیب زمینی هم استفاده کنید. روش بعدی که از عدس میتونید استفاده کنید، اونم مخصوص شامه، سوپ عدس و سیره. یه سوپی که هندی ها خیلی از اون استفاده میکنن و از دال عدس استفاده شده. حدود 1 لیوان که معادل 225 گرم عدس قرمز شسته شده، 2 عدد پیاز ساتوری شده، 2 حبه سیر بزرگ ساتوری شده، 1 عدد هویج ساتوری شده، 2 قاشق سوپخوری روغن زیتون خالص، 1.5 لیتر آب مرغ، 2 قاشق سوپخوری سرکه، نمک و فلفل به مقداری و برای تزیین هم میتونید از برگه کرفس استفاده کنید. عدس قرمز، پیاز، سیر، هویج و روغن زیتون آب مرغ رو با هم مخلوط میکنید.
و روی حرارت متوسطی مواد رو به جوش میارید. سپس حرارت رو کم میکنید تا به مدت 1.5 ساعت روی حرارت بمونه. گاهی سوپ رو به هم بزنید تا به ته ظرف نچسبه. سرکه آب لیمو، نمک و فلفل رو هم اضافه کنید. اگه سوپ خیلی غلیظی میخواید میتونید همین مقدار رو مصرف کنید. اما اگه فکر میکنید سوپتون غلیظ شده، کمی آب بهش اضافه کنید. سپس اون رو در ظرف مورد علاقتون بریزید و با برگ کرفس تزئین کنید. این غذا به دلیل دارا بودن عدس و سبزیجات از فیبر بالایی برخورداره. عدس قرمز مزه بسیار خوبی به سوپ میده و در ضمن از قبل احتیاج به خیس کردن هم نداره. مرسی از همراهیتون تا آخر این ویدیو. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. تا ویدیوی بعدی، شب و روزتون خوش و خدایا رو نگهدارتون.